سلام، من شهریار راهی هستم. سعادت اینو دارم که خدمتتون باشم برای صحبتی راجع به دیالوگ دموکراتیک. نمیخوام بگم در این سلسله درس های مؤسسه دانا دنبال درس های بسیار خوبی که آقای مهندس شریعت مداری راجع به انتخابات آزاد، آقای دکتر سازگارا راجع به مقاومت مدنی انجام دادن، من هم مدرس دیالوگ دموکراتیک هستم، چون برای اینی که روش کار با نیت همخوانی داشته باشه، دیالوگ دموکراتیک ذاتش نفسش این هست که یه نفر مدرس نیست که بگه حقیقت نزد منه، بلکه از درون یه بحث بین نقطه نظرهای مختلف با کثرت‌گرایی، با قبول کردن اینی که افکار مختلفی وجود دارن و یه حقیقت محض وجود نداره هست. این است که ترجیح میدم رول تعدیل کننده ای رو در این صحبت ها بحث داشته باشم. در میان شما نشسته بودم، با هم این بحث رو بار می آوردیم، ولی خب متاسفانه الان سعادتش نیست. با امید روزی که بتونیم با هم بنشینیم و با هم صحبت بکنیم به جای اینکه یه حالت درسی داشته باشه. اما بگم دیالوگ دموکراتیک چی هست؟ چرا چیز مهمیه؟ ببینید، تمام دنیا رو وقتی که مینگرید میبینید دو نوع اجتماع توش وجود داره. اون اجتماع سعادتمند که مردمش میتونن اختلافات همدیگر رو یا حل کنند یا با اون اختلافات زندگی مشترک مسالمت آمیزی داشته باشن، و یا اون ملت ها و اجتماع هایی که فکر میکنن هر کدومشون، هر بخششون حقیقت مطلق نزد اوناست و بس، و به محض اینکه نقطه نظر دیگری رو میبینن یه موضع تدافعی میگیرند و در سطح مسائل کلان ملتشون کار به خشونت هم ممکنه بی انجامه، و یا اینی که یک سیستم اتوریتر یا تمامیت خواه بیاد سوار همشون بشه و نفس همشون رو بگیره، چون خودشون نمیتونن مسائل خودشون حل بکنن. معمولا اون نوع اول اجتماع کار رو بسیار مشکل میکنه. مردمی که با هم تفاهم داشته باشن کار رو بسیار مشکل میکنه، برای اینکه یه نظام اتوریتری بیاد اونجا و حق همشون رو بگیره. وقتی که خودشون میان خودشون تمامیت خواهی حق حقوقی میکنن برای خودشون، اون وقت این موجب میشه که راه برای سیستم های توتالیتر یا اتوریتر باز بشه. برای اینی که روشن‌تر بگیم چه احساسی برای خود مردم به وجود میاد وقتی که این حالت تملک حقیقت مطلق رو در یه اجتماعی میبینند، لحظه به سخنان گلشیفته فراهانی گوش کنیم. من فکر میکنم اصلی ترین چیزش اینه که اولا ما نمیتونیم چیزی که خلاف اون باور و نظر خودمون رو تحمل کنیم، برای اینکه فکر میکنیم اگر چیزی خلاف نظر ماست این یعنی یه نفر داره به ما حمله میکنه. نمیتونیم فردیت آدم ها رو قبول کنیم، یعنی همه باید یه جور باشن، همه باید یه جور فکر کنن، همه باید، ولی خب آدم ها فردیت آدم با هم فرق میکنن، و از یه طرفی هم همه خوب خودشون رو صاحب ملک، یعنی یه ملک، انگار این ملک منه، مال منه، این بعد اونجوری هم باشه که من میخوام. فکر کنم بیشتر به خاطر همین. وقتی که این روحیه غالب میشه که حقیقت مطلق نزد منه یا من به هر علتی حقی دارم که تو نداری،
یک فجایعی ممکنه اتفاق بیفته که حدش غیر قابل تصوره. حالا خبر خوب این هست که اینجور نیست که این تفاوت بین این دو نوع جامعه یه ریشه ژنتیک داشته باشه. بعضی مردم اصولاً روادار هستن، بعضی ها نیستن، یا فقط و فقط شرایط تاریخی باشه، تاریخی یه ملت اینجوری حکم میکنه. خبر خوب این هست که خیلی ملت هایی که تحت دیکتاتوری زندگی کردن همه همین مشکلات عدم رواداری و نشناختن حق دیگری رو داشتن به دموکراسی رسیدن. و یکی از گره‌گشاهای این راه چیزی است به اسم دیالوگ دموکراتیک که نهادهای بزرگ بین المللی روش کار کردن. تجربیات میدانی در راه رسیدن به دموکراسی پیدا کردن و تقدیر شده نتیجه این تجربیات میدانی فناوری هست به اسم فناوری دیالوگ دموکراتیک. میگم فناوری چون علم نیست، یعنی الزاماً یه نتیجه خاصی رو پیش بینی نمیکنه، ولو اینی که ریشه های علمی داره، ولی خودش یه فناوری به این مفهوم که نتیجه گراست، دنبال یه نتیجه خاصی هست، یه سری دستور عمل هایی داره و تشخیص هم میده که در چه شرایطی این ممکنه، در چه شرایطی این نتایج ممکن نیست، و گاه راه رسیدن به این شرایط رو هم این فناوری میتونه هموار بکنه. هدف ما از کلیه این درس ها، 10 درس، این هست که در آخر کار هممون مجهز به این فناوری بشیم، یعنی هر کدوممون بتونیم فرایندی رو به اسم دیالوژی که کار دیالوگ دموکراتیک هست رو بهش مجهز بشیم، بتونیم ازش استفاده بکنیم برای حل مسائلی که از مسائل کلان ملی، جای ملت در دنیا، تا مسائل اقتصادی اجتماعی گرفته و حتی در سطح‌های کوچکتر اجتماع، حتی در یک خانواده میشه دیالوگ دموکراتیکی داشت برای حل مشکلات. ریشه های علمی دیالوگ دموکراتیک فراوان هستند، بخصوص در کارهایی که در اجتماع شناسی، در فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماع شناسی، بخصوص در 70 سال اخیر انجام شده. میشه به کارهای هابرماس اشاره کرد که او راجع به عقلانیت ارتباطی صحبت میکنه، یعنی میگوید که موجودی که مثل بشر میتونه تولید کلام بکنه، توانایی این رو داره، بالقوه، که به صورت ضمنی و ناخودآگاه از راه این ارتباط کلامی به نتایج مشترکی برسه. حالا راه‌هایی وجود داره و هابرماس راجع به این زیاد صحبت کرده که بتونیم استخراج بکنیم از این فرایند ارتباط هنجارها و راهکارهایی که نه فقط به صورت ضمنی بلکه به طور صریح بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، ازش استفاده بکنیم و راه رو برای موفقیت دیالوگ دموکراتیک هموار بکنیم. هانا آرنت هم در اشاره‌ای که به تفکر به نمایندگی
میگوید representative thinking، تفکر به نمایندگی، که جایی هست که فرد از غالب خودش و محدوده اون مشکلات آنی خودش در میاد، خودش رو جای دیگری میذاره و به نمایندگی از دیگری میتونه فکر بکنه برای اینی که نزدیکتر بشه به راه حل هایی برای مشکلات مشترک. و یه راه تولید مشروعیت برای اون نتایج مشترک هم هست، برای اینکه صحه و تاییدیه اجتماعی و عمومی رو اون وقت فراهم میکنه برای این نتایج مشترک. در خلال این صحبت ها و درس ها ما باز مراجعت خواهیم کرد به ریشه های علمیش، ولی هدف اصلی ما این هست که این فناوری رو خوب تشخیص بدیم و بهش مجهز بشیم. خب اول فکر میکنم اگر یه قدری مصداقی فکر بکنیم، شاید راه اینی که بعداً وارد مسائل سیستماتیک و تئوریک بشیم بازتر خواهد شد. اجازه بدین راجع به یه لازمه موفقیت دیالوگ دموکراتیک صحبت بکنم. دیالوگ دموکراتیک نیاز به یه فضای امنی داره که طرفین صحبت هیچ کدوم احساس ترس، احساس اینی که یه چماق تهدیدی پشتش ایستاده، یا حتی احساس اینی که یه هویج تطمیعی در جلوش قرار گرفته، من نیاز به چیزی دارم که دست شماست، پس افکار خودم رو اونگونه تحویل میدم برای اینکه به اون هویج دسترسی پیدا بکنم، از این شرایط مسئول و مبرا باشه. برگزار کننده بی‌طرف باشه و توان تولید این فضای امن رو برای اینی که طرفین صحبت بتونن دلشونه برای همدیگه باز بکنن. یکی از دلایل این اهمیت اینی که دل خودمون رو باز بکنیم برای شنیدن صحبت دیگری، برای این هست که داوری رو در بد و امر با تعلیق کرد. دیالوگ دموکراتیک برای رسیدن به تفاهمه، تفاهمی که وقتی که حاصل شد سطح ارتباط صحبت رو ارتقا بده به جایی که همه طرفین دیالوگ بتونن دسترسی به فکر نوین و راه حل‌های نوینی پیدا بکنن. آینستاین، فیزیسیست معروف، میگوید که مشکلات رو نمیشه در همون حدی حل کرد که در اون سطح مشکلات به وجود اومدن. یه نتیجه بسیار مهم دیالوگ دموکراتیک برای این هست که بتونیم برسیم به فکرهایی که مشترک به وجود میاد، نوآوری میکنه و مسائلی که قبلا لاینحل بود رو حل میکنه. از این رو تعلیق داوری یه امر خیلی مهمیه در هر دیالوگ دموکراتیک. حالا میتونیم بریم به سوی یه صحبت مصداقی و راجع به مشکلات بخش خودمون در این جهان بزرگ در خاورمیانه صحبت بکنیم و راجع به مشکلات خاورمیانه. به این سو و آن سوی خاورمیانه نگاهی بیاندازی، گویی همه جایش در حال از همپاشی است. یک وقتی همه دولت‌های منطقه قدرت سیاسی متمرکز و از بالا به پایین داشتند، حال که انقلاب‌های اقتصادی و ارتباطات نیاز به تعامل و سهولت مناسبات افقی را گسترش و تعمیم دادن، قدرت متمرکز
و ساختار سیاسی عمودی کفایت جلوگیری از انباشت و هضم تنش‌های اجتماعی و سیاسی را از دست داده. مردم خاورمیانه مثل فرزندانی هستند که پدرانشان مرده و بدون احکام روزمره او نمیتوانند مسائل بین خودشان را حل کنند. پدر سالاری مرده، ولی سالاری که توان حل مسائل دنیای کنونی را داشته باشد به جایش نیامده. پس در دور باطل آنارشی و استبداد، فقر و ناامنی بیداد می کند و آینده یک نسل دیگر به باد می رود. ظاهراً کلید موفقیت ملل دموکراتیک داشتن حکومت منتخب آزاد مردم است. اختلافات و تضاد منافعی که میان افراد و آحاد اجتماعی هر ملتی موجود است، در دموکراسی ها با حکمیت و تصمیم گیری مقامات مشروع و پاسخگو حل و فصل می شود. در اینکه انتخابات آزاد به عنوان فرم فرایند دموکراتیک شرط لازم دموکراسی شکی نیست. اما آیا شرط کافی هم هست؟ آقای جورج بوش فکر می کرد اینطور است. او واقعا اعتقاد داشت اگر انتخابات آزاد در عراق برگزار شود، این کشور به جرگه دموکراسی های جهان می پیوندد. اما 10 سال بعد از اولین انتخابات آزاد عراق، که از جهات مهمی مثل سهولت کاندید شدن و محدود نبودن فعالیت های رسانه ای حتی از انتخابات آلمان آزادتر بود، عراق به دموکراسی واقعی دست نیافت. عقب نشینی دموکراسی بعد از انتخابات آزاد محدود به دموکراسی های وارداتی و تحمیل شده نیست. مردم مصر و اوکراین با رأی آزاد خود مرسی و یانوکوویچ را انتخاب کردند، اما نتیجه مسلما دموکراسی باثبات و پویا نبود. انتخابات مساوی با دموکراسی نیست. این نقل قولی است از کارلوس سانتینو که از طرف سازمان ایدعا، سازمانی که در سوئد کارش ایجاد تجربیات مثبت میدانی برای برگزاری انتخابات آزاد است و مسئول توسعه دموکراتیک در کشورهای گوناگون است، از بزرگترین کشور اسلامی اندونزی تا یکی از کوچکترین کشورهای کاتولیک گواتمالا و از کشور نفتخیز و پهناور نیجریه در آفریقا تا یکی از جدیدترین اعضای اتحادیه اروپا رومانی، کارلوس سانتینو دارد راجع به تجربیات خودش صحبت می کند. او می گوید در دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم باور عمومی بر این بود که برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد و منصفانه به طور طبیعی منجر به رو آمدن مرحله‌ای نهادها و فرهنگ دموکراتیک می شود. اما شکست‌های تجربی و عقب‌گردهای مکرر دموکراسی پس از انتخابات آزاد در کشورهای بسیاری در عرصه جهانی موجب شد که نهادهای بین‌المللی چون سازمان ایدعا به دیالوگ دموکراتیک رو آورند تا فرم دموکراتیک انتخابات آزاد را با محتوای دیالوگ دموکراتیک تکمیل کنند. رول دیالوگ دموکراتیک ایجاد ظرفیت‌های مفقود در دموکراسی‌های نوبنیاد و شکستنی بود، از جمله 1. ظرفیت حل مسالمت‌آمیز اختلافات که عدم وجود این ظرفیت انرژی حداقل یکی از طرفین را به سوی عدم ثبات کل سیستم سوق می‌دهد و زیربنای دموکراسی را از مقاومت می‌اندازد. 2.
ظرفیت همکاری احزاب بعد از انتخابات. گاه پس از انتخابات یک حزب قوی برنده با تسخیر ابزار قدرت و بدون دیالوگ دموکراتیک با دیگر نیروهای سیاسی به حساسیت‌های آنها بی‌اعتنا می‌شود و بدون آگاهی از عقده دل مخالفینش پایه شورش بعدی را می‌ریزد. مثال مصر در سال‌های 2012 و 2013. سه، ظرفیت طراحی برنامه‌های فراگیر برای حل مشکلات عمومی که مستحق جلب اجماع ملی می باشند. بسیاری از برنامه‌های نهادهای بین‌المللی دموکراسی مثل مرکز کارتر، سازمان کشورهای آمریکای جنوبی، سازمان ایدعا که از آن نام بردیم، UNDP سازمانی که در زیر مجموعه سازمان ملل مسئولیت گسترش سیاسی در جهان را دارد، اینها حول ایجاد این ظرفیت ها گرد هم آمدند و سوال کردند که چرا علاوه بر تقویت مشروعیت دولت سرکار و ثبات سیاسی، کاری لازم است برای تداوم برنامه ها تحت دولت های بعدی و برای ایجاد ثبات سیاسی که همه چیز با رفتن یک دولت و آمدن دولت دیگری از هم نپاشد. چهار، دیالوگ دموکراتیک محدود به روابط بین احزاب، سازمان‌های سیاسی و دولت نیست. برای دیالوگ بین دولت و مردم مدل‌های تعبیه شده که همکاری و همدلی این دو و به نتیجه نه تنها مشروعیت بلکه ظرفیت کارکردی دولت را هم بالا ببرد. و سه نمونه، دو نمونه شکست و آسیب شناسی اونها که چرا شرایط لازم برای موفقیت دیالوگ دموکراتیک وجود نداشت و یه نمونه موفق. نمونه اول سوریه، نمونه دوم مصر و نمونه سوم تونس. در درس بعدی برمیگردیم به خاورمیانه و سه مصداق، سه نمونه از دیالوگ دموکراتیک، دو نمونه شکست در سوریه و مصر و یک نمونه موفقیت در تونس و آسیب شناسی اون دو نمونه اول و فکر بیشتری راجع به دلایل موفقیت نمونه تونس برای نتیجه گیری که چه شرایطی لازم هست و از چه راه‌های دیالوگ دموکراتیک میتونه این شرایط رو به وجود بیاره. به امید دیدار در درس بعدی و تشکر از اینی که به این درس اول عنایت کردید.